به تعداد 650 نفر از خانمای صنایع دستی در بخش‌های مختلف همراه ما در یک گروه کاری جوین هستند. یگان تخفیف گرفته میتونیم بر دوستا؟ بخش خوش کنم برشون تخفیف هم میتیم. شما زنده باشین دیگه، انشالله که دی نوجوان ها مراد که میان میگه اینا رو چند چاپ میکنه، میگم کار دست خودم هست، میگن باور نکردنی است. قرار است نمایشگاه امام ابو حنیفه دمی جو برگزار شود. سرفرو می آورد هر شاخه از باراوری، میکند افتادگی انسان اگر دانا شود. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض و سلام احترام دارم خدمت یک و یک شما بینندگان گرامی، هموطنان عزیزی که همیشه بیننده برنامه های ماستین و ما را حمایت میکنین. تشکری خاص میکنم از شما عزیزای دل. ربیع‌الله میرزاد هستم و امروز با یک گزارش دیگر از یک نقطه دیگر شهر کابل آمدیم در خدمت شما قرار گرفتیم. دوست عزیز، در پیش فواره آب و تالار باش که نامش تالار در افغانستان نریوال نندارتون یا هم کابل نمداری در خدمت شما قرار گرفتیم. دوست عزیز، در نمایشگاه پیشرفت صنعت تجارت در افغانستان به ای که ببینیم در نمایشگاه چی چیزا آورده شده و کشور ما در کدام بخشا خودکفا شده، با ما همچنان همراه باشین. دوست عزیز، چند تا تصویر زیبا از نقاط مختلفی نندارتون داشته باشین، برای ما در خدمت قرار میدیم. خب دوستان عزیز، آمدیم به داخل تالار نمایشگاه. بنا گفتن همونه که امروز نمایشگاه بسیار کلان برگزار شده، چند تالار و قسمت به قسمت قدم به قدم با شما جا میریم و میبینیم که چی چیزها در این نمایشگاه امروز است. دوستان عزیز، به اینکه به داخل نمایشگاه بریم، نام خدا قسم که دیده میشه بسیار نمایشگاه پر رنگ و پر شور برگزار شده و بیشتر از طبقه اوناست بانوان محترم سرزمین ما از نقاط مختلف جا آمدن و امو داشته های یا ساخته های خود را اینجا به نمایش گذاشتن. السلام علیکم، خوب هستین؟ سلام خدمت شما. شما خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. زنده باشین. میشه خود را کوتاه یک معرفی بکنم؟ بنده آرزو رامین هستم، کارشناس صنایع دستی و همچنان نماینده خانما از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ. شما نماینده بانوان این سرزمین از طریق اطلاعات فرهنگ هستید؟ بله، در بخش صنایع دستی. بسیار خوب. و چقدر بانوان زیر مجموعه دارین در اینجا کار میکنن با شما؟ به تعداد 650 نفر از خانمای صنایع دستی در بخش‌های مختلف همراه ما در یک گروه کاری جوین هستند که هدف ما خدمت به خانمای صنایع دستی است. امروز روز سوم نمایشگاه هستند که ما از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ ما بسیار یک تخفیف پایین مد نظر گرفتیم به خانمای ما که همین جای برشان دادیم تا بتونن که همین مواد خود را به فروش برسانند. و دقیق از اینجا که میبینیم ماشاءالله زیاد از غرفه ها بله. و جاهایی که عکس کردن چقدر میشد؟ به تعداد 150 نفر خانم ما برشان جای دادیم. تعداد 150 نفر خانم است که دیگرایشان بقیه دیگر مواد غذایی هستن، آقایان هستن و برای تمام کسایی که میاین بازدید میکنن از نمایشگاه ما باز هستن، میتونن فامیلا اشتراک کنن، بیاین از نمایشگاه خرید کنن و مال خود بخرن. بانو رامین، این صحبت های شما ای را بیان میکنه که بانوان وطن میتونن در این بخش فعال باشن. بله، در بخش صنایع دستی بر خود شما بهتر معلوم است که ما در یک مملکتی که می باشیم، در مملکتی که هستیم، کوشش کنیم که مو چیز کار دستی که ما خود ما جور میکنیم او را باید در خود افغانستان باید ما منتشر بسازیم. میشه مثلا ما خاص ما اینمی از زمین نمایشگاهی که فعلا بر ما برگزار میشه اینا کوشش کنن در جاهای دیدنی، جایی که بازدید مردم زیاد است. ولی خانمای صنایع دستی مال بر شما معلوم بهتر خوب است که نمی یک نفقه حلال است بر خانما، با کار دست جور میکنن و میرن به فروش میرسونن، به فامیل خود یک نفقه بر خود میارن. دیگه ما میخواهیم که اینمی همچون نمایشگاه در بعض جایا برگزار شود تا اینا بتونن اجناس خود مال خود به فروش برسانن. بسیار زیاد تشکر از شما. شما موفق باشین. اگر اجازه دان باشه بریم به نقاشای ما هستن، شما میتونن که برین امرشان صحبت کنیم. بسیار خوب دوست عزیز، بیاین شما ببینین چقدر نقاشی های زیباست، واقعا شگفت انگیز است. واقعا آفرین باید گفت به این نقاشی ها و این چیزهای زیبایی که اینا خلق کردن امروز در اینجا آوردن به نمایش گذاشتن. سلام خدمت شما، خوب هستین؟ تشکر، شما خوب هستین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ محترم خوب هستن؟ شما زنده باشین، سلامت باشین. اسمتون؟ راهله سروری. بانو سروری، شما مسئول می بخش هستین؟ بله، مسئول می بخش هستم. و خوش آمدین دی بخش، میتونین بین از رسامیت دیدن کنین؟ شما تمام چیزایی را کردین با دستانتان، با همکارایتان آماده ساختیم؟ بله، با تعداد از همکارا و شاگردان با دست خود اینا رو با هم قلم و برس آماده ساختیم. نام خدا ماشاءالله باید آفرین گفت. چقدر زیبا دوست عزیز، ببینین
نمای زیبای بت بامیان را اینا نقاشی کردند و این طرفتر کلمه شریف و همچنان عکسایی که میبینیم واقعا میگه خیلی چاپ شده. واقعا 100% خیلی از اشخاص که میان میگه اینا رو چند چاپ میکنه، میگم کار دست خود ماست، میگن باور نکردنی است. زیباست واقعا، عالی است. شما ببینید دوست عزیز، اینجا هم تصویر پلنگ اینا نقاشی کردن و اینجا هم تصویر ملکه دبی را که همه با چهره شان آشنا هستن. و دوست عزیز، میشه از اینا بپرسیم که این نقاشی ها را در چقدر مدت زمان آماده ساختن و کار چند نفر بودن؟ هر تصویر کار یک نفر است و بستگی به سایز تصویر داره و همچنان سبکش، که ما سبکای مختلف داریم، آبرنگ، رنگ روغن، قلم خودکار، قلم زغال، سبکای مختلف است که با نظر به سایزش زمان شما به شما گفته میتونیم. اگر قرار باشه ما بخوایم که یک تصویر از ما خلق شود در روی در اول شما باید جزئیات بتین که با کدام سایز میخواین و با کدام انداز و کدام سبک، سبک زغالی میخواین، رنگه میخواین، با کدام سبک میخواین. بعد رنگه باشه، رنگه اندازه فور تقریبا 6 الی 7 ساعت زمان میبره. شخص باید باشه، حضور داشته باشه. نه خیر، حضوری خوب کار نمیشه، از خاطر بهتر است عکس باشه تا با جزئیات کار کنیم. اگر خود شخص باشه بالاخره خسته میشه، این طرف میکنه این طرف میکنه، درست با جزئیات کشیده نمیشه. شما چقدر خوشحال هستین از برگزاری نمایشگاه و نام خدا حضور پررنگ و پرشور خانم ها و بانوان ما. 100% ما خوشحال هستیم و همچنان از دولت تقاضا میکنیم که همچین نمایشگاه های بیشتر برگزار کنن و یک تقاضای دیگه دارم که مکاتب برای دخترها باز کنن. شما سلامت باشین. سلامت باشین. شما زنده باشین. خب دوستان عزیز، بیاین که بیشتر بریم که بیشتر ببینیم که دیگر چی چیزها در اینجا هست در این نمایشگاه. نام خدا قسمی که دیدم میشه تمامش کار صنایع دستی است در این بخش و قسمی که میبینین از هر بخش بانوان محترم آمدن و در اینجا امو محصولات خود را آوردن. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر. زنده باشین. یکم اگه دورم استاد. خیر. اسم شما؟ واحده سلطانی. بانو سلطانی، شما امروز امی چیزا را آوردین به نمایش؟ امی چیزا است دیگه، سنگای لاجورد است، نفراید است، شامخصودی است دیگه، پیرانای هزارگی است، گندای افغانیست. ساخت دستان بانوان وطن؟ ساخت خود ماست، کلا خود ما جور میکنیم. چقدر شما خوشحال هستین از برگزاری این نمایشگاه؟ خب ما تشکری از اول از اطلاعات فرهنگ میکنیم که به ما جای خوب، جای که دیدنی است، جای مثلا خوب است به ما میگیره که ما در نمایشگاه اشتراک کنیم. بسیار زیاد تشکر از اطلاعات فرهنگ. دویم از آرزو جان بسیار زیاد تشکر که همراه خانم ها بسیار زیاد فهمت در مقابل پیسه مراد کرده دیگه همراه ما کار میکنیم. و تنها در این حال کوچک به تعداد چقدر خانم ها کار میکنه؟ خب به تعداد زیاد خانم ها کار میکنه، بسیار زیاد خانم ها کار میکنه، چون حال بیکاری است، کلا مردم بیکار است دیگه، خانم ها اگر کار نکنه یک لقمه نان برای اولادشان پیدا نکنه نمیشه دیگه، بسیار زیاد خانم ها کار میکنه. چقدر زیباست دوست عزیز، تمامش میگن که کار دست بانوان وطن است و این چیزای بسیار ظریفه است که بیشتر دختر خانم ها و بانوان وطن ازش استفاده میکنه. تشکر بسیار زیاد. بسیار زیاد شما هم تشکر، بسیار زیاد. خیر باشین. شما سلامت باشین. بخیر باشین. خب دوست عزیز، یه ادریات هم است و همچنان جوانایی که برای دیدن این نمایشگاه اومدن تا اینکه از این نمایشگاه دیدن بکنن و اگر خواسته باشن صحبت بکنیم. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ جان هستین؟ قربانتون، بخیر باشین. جمع از دوستا اومدی یا برادر هستن؟ جان هم برادر گفتم میشه دیگه، دوستان نزدیک. دوستای بجان برابر. 100%. نام چی صدا لایکون؟ امیر خان هستم. امیر خان. جان. امیر خان افغانیستی. صحیح. امیر خان جان، خودت از کجا اومدی با دوستات؟ از مکران کنا اومدیم. چند قدمی مکران؟ مکران اول جانا، چند مکران است؟ شما چیز خریداری کردین، محصولات دیدین، چطور بود نمایشگاه امروز؟ بسیار یک سوالات خوب است دیگه، برای جوانا، برای طبقه اوناس بسیار یک اولویت خوب است که مردم آگاه شوند از کاردستی و مردم از محصولات وطنی ما. شما حالا کدام عطر خریداری میکنین؟ بله اومدیم گفتیم باش ببینیم کدام عطر خوش ما بیاید خریداری کنیم. قیمتایشان خب بر شما معلوم نیست که اگر فرصت باشه پرسان کنیم که قیمتای عطرها چند از دوست عزیز. تشکر بسیار زیاد قربانتون. امیر خان تشکر. شما زنده باشین، سلامت باشین، بخیر باشین. خب دوست عزیز، بانویی که این عطریات را یعنی به فروش میرسانه فعلا دیگه اما مصروف بیا قیمت و گپایش است. سلام برای خدمت شما، خوب هستین؟
صحت شما خوب است؟ شکر خوب است. یاتریات را شما از کجا وارد میکنید؟ از دبی، از فرانسه هستیم. بسیار خوب. قیمتاش باز چطور است؟ مناسب است بچه؟ هنوز هیچ پرسان نکردیم به خدا. پرسان نکردیم؟ من فقط اموات رو دلخواه خدا میپالم. قیمتاش چطور است از نظر شما که فروشنده؟ قیمتاش از نظر به بوتالا میتیم. مثلا این بوتالا هست 1.5 ست، اینا هست 2 ست. دیگه اونا 500 است، کلانش خوردش هم 300. بسیار خوب. اینا دیگه بردان قیمتاش هم یکان تخفیف خوب گرفته میتونیم بر دوستا؟ نه. خوش کنه برشان تخفیف هم میتیم. شما زنده باشین دیگه، انشالله که دی نوجوان ها مراحت کنیم. انشالله میکنیم. دیگه خدمت است. خوشحال شدیم شما رو دیدیم. موفق باشین. خداحافظتان. خداحافظتان. خب دوست عزیز، بیاین که بیشتر بریم. نام خدا دیگه بیروبار بساطه است که جای پای نیست. و ما بیشتر میخواییم که با همی خدم زدن شما بیشتر تصاویر همچنان از این نمایشگاه بیننده باشین و ببینین که در این نمایشگاه دیگه کدام محصولات است و دیگه چی چیزا است. بله. بله دوستا. این طرف همچنان یک تالار کوچک است. خوب است، از این را بریم باز دور میزنیم که او طرف دبیروبار برنمانیم. ولی دوستو عزیز، بیاین داخل نمایشگاه آمدیم و از اصل شروع تا گلیم تا لباس های گند افغانی و تا همه و همه در اینجا هستن. السلام علیکم، آی شب خوب هستین؟ اجازه است؟ ساعت شما خوب است؟ شکر، فضل خدا. شما زنده باشین. اسمتان؟ اسم حاجی محمد عارف. کاکا محمد عارف، شما تمام گلیم های وطنی را به نمایش گذاشتین؟ بله. بسیار خوب. کار دست به عنوان کدام سمت کشور است؟ از صفات شمال است، از طرف های آقچه است، باریاب است، بلخ است، کلدار است، شورتپه است، از این مطرف های قریه و ولسوالی است. بسیار خوب. نام خدا بسیار همون ظریف و یک رنگ زیبا دارن. بله آن. شما دیگه عدما کسب پدریس است شما؟ بله آن، از پدری در کسب پدریش تانم سفید شد. بله آن، دمی چیز سفید شد. دمی گلیم و گلیم بافی و گلیم فروشی؟ بله آن، دمی گلیم و در همه اطراف های چیز میتیم برایشون تولید میکنیم برای مردم اطراف. به خارج از کشور هم ارسال میکنیم؟ بله، حال کم از دیگه خارج که نمیرن. سابق زیاد میره، ولی سابق نمیرن فعلا. همین گلیم قیمت چند باشه؟ این گلیم که هست، این همراه سیتی موتر است. یه هست او هست سیتی موتر است. برای موتر است؟ بله، اونو قالین است و دیگه شم قالین است. اینی قالین چیز است، جای نماز است دیگه. اینو قیمتش 8000 است. 8000 افغانی؟ 8000 افغانی است. بله دوستا، و تمامش کار دست است؟ کلش کار دست است. بله. چطور بود بازدید انبتانا گرفتن انبتانا در چند روز؟ بسیار میبرن، خوششان میایم. اگر اقتصاد مردم کمی ضعیف است، قیمتش بالاست. قیمتش بالاست چون چیزای ایرانی و چیزای می ارزان است، چون اینا که دست بافت است قیمتی میکنه، مردم هم اقتصاد ضعیف است نمیتونه. و ان شاء الله کم وطن ها از صنایع دستی استفاده بکنن تا اینکه بتونیم بیشتر بر رونق اقتصاد خود و پیشرفت اقتصاد خود بکشیم. تشکر از شما. شما زنده باشین، بخیر باشین. افغان چاینا. بله دوستان عزیز، شما قسمی که دیدین تمامش دست بافت همبتنهای ما بود و این طرف همچنان همبتنهای دیگر هستند که در اینجا بعض چیزا بردن. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ شکر الحمدلله، شما خوب هستین؟ شما زنده باشین. قسم دیده میشه شما امیر غرفه مربوط شما میشه؟ بله بله، سلوی مرکزی من مسئول پروشاد. بسیار خوب، خوشحال هستم که سلوی مرکزی فعال است. زنده باش. چقدر تولیدات داره در روز؟ تولید من داره و زنه و ناشته تقریبا نمی 3 سال که با فضل خدا امارات آمده، سلو دوباره فعال گردیده. روزانه از 3 تا 4 تن تولید داریم. 3 تا 4 تن تولید داریم، نان و رودباب و نشتواب. با مو مزه و سبک سابخه. بله بله، از او کنه مال کیفیتش بالا رفته، ماشینری نو فعال کردیم، ترمیم کردیم. تقریبا نزدیک به 20 نو محصولات داریم پیلیم. سابق همین نانا 1 کیلویی نیم کیلویی بود فکر کنم، اما خواه مخواه که بود؟ پیلی نمه هست. هم پرهنگ نگاه کردیم تانو. و یک مزه و یک لذت خاصی دیگه. واقعا است. به خاطر که همیانم در مارکت برند است یک سیلو محصولاتش. بیشتر از نان سیلو به دوائر دولتی استفاده میشه یا فقط به بازار اگزنش؟ هم به بازار است، هم کت ادارات دولتیم قرارداد داریم، به شفاخانه نان میدیم. و وجود این نمایشگاه چقدر اثر بخش است برای سیلو مرکزی و فعالیتش؟
تنها با سیلون و تمام شرکت هایی که در افغانستان فعالیت دارد اثرگذار است. مردم زیاد آشنا میشه به محصولات وطنی خود. ما خواهش از تمام ملت افغانستان خواهش داریم که از محصولات وطنی استفاده کنند تا افغانستان خود کفا شود. بخیر. شما سلامت باشین. خوشحال باشین. تشکر از شما. شما زنده باشین. بله دوست عزیز، چقدر خوشحال شدم که سیلو مرکزی فعال است و تولیدات ناشتا رود ای چیزا داره و همچنان نان سیلو، نانی که حتما شما یک بار مزهش چشیدین و یک لذت و یک مزه خاص داره. نام خدا دوست عزیز، قسمی که شما میبینین در دهلیز هر طرف دهلیزی که جا هست در نمایشگاه قدم میمانیم، ماشاءالله حضور پر رنگ پر جمع جوش از طبقه اوناس دیده میشه و از همچنان از خانمای وطن که در اینجا آمدن و اجناس و تولیدات وطنی را به نمایش گذاشتن. این طرف همچنان دوستا قسمی که شما میبینین بیشتر تولیدات وطنی است، صنایع دستی است، لباس های دست دوزی است که بیشتر هموطنان ما آوردن و به عرضه گذاشتن. این طرف و در کل امی حال که هست یا امی تالار که هست بیشتر اجناس و لوازم است که بیشتر خانم ها استفاده میکنه، یعنی بیشتر لباس های گند افغانی است و بیشتر از نوع مختلف لباس هاست و همی چیزایی که دستیم ساری به فروش میرسه که بیشتر دختر خانم ها بهش بلدیت دارن، من خیلی بلدیت ندارم. خب دوست عزیز، شما چند تا تصویر ببینین، میریم به طرف تالار دیگه که تالار دیگه چیگه باز با ما میچنون همراه باشین. خب دوستان عزیز، با یکی از هموطنهای دیگر خود در اینجا هستیم که اینا مسئول برگزاری یک بخش از این نمایشگاه میباشند. بیشتر از خودش میپرسیم. سلام علیکم، خوب هستی؟ سلام ترم، خوب هستی؟ ساعت شما خوب، بخیر، خیرتی است. تشکر، سلامت باشی، زنده باشی. اسمتان؟ حاجی فرید نادری هستم، رئیس شرکت نمایشگاه کاپیسا باستان. نادری صاحب، شما امروز چی چیزا رو به نمایش گذاشتین در این روز که نمایشگاه بوده؟ این نمایشگاه بیش از 210 غرفه در اینجا ما داریم که بخش های مختلف است. بله، ما در بخش بانکداری داریم، در بخش صحت داریم، در بخش صنایع دستی، صنعت و ساختمان بخش های مختلف داریم و از 24 ولایت ما بخش زراعتی را داریم، بخش قالین داریم. بهتر شما خودتان بیننده هستیم میبینه که ما این بخش ها را عملا به نمایش گذاشته شده و متنان ما بازدید میکنن تا خریداری میکنن. بله. و چقدر هموطنان خوشحال هستن از برگزاری نمایشگاه؟ بیشتر طبقه اوناست. خب طبقه اوناست هم چون خواهرای عزیز ما، مادرای ما در بخش صنایع دستی تولیدات خرد و ریزه در خانه خود کار میکنن، همگی خوش هستن، از امنیت خوش هستن، از آرامش خوش هستن، از اینکه کار میکنن و با هم کمک و همکاری وزارت صنعت و تجارت و دولت امارات اسلامی افغانستان همگی راضی هستن الحمدلله. و ما هم تلاش میکنیم که روز شب وضعیت کاروبار خوبتر شود از ایالت برای ان شاء الله. و دیگه هم وطنام که خواسته باشن میتونن در آینده های نزدیک اگر نمایشگاه ها برگزار میشه در این پروسه اشتراک؟ حتما، چرا نه. ما زمانی که نمایشگاه ها برگزار میشه، ما چند روز دیگه نمایشگاه جلال آباد داریم، نمایشگاه مزار شریف داریم، نمایشگاه دیگه در کابل برگزار میشه به نام امام ابو حنیفه، همه گی میتونن اشتراک کنن. بله چرا نه، در این نمایشگاه بین المللی برگزار میشه. قرار است نمایشگاه امام ابو حنیفه دمی برگزار شود. بله. در رشد و ترقی اقتصاد کشور چقدر میتونه مفید باشه؟ خب این 100% تاثیرات خود دارد. همین که ملت ما متوجه میشه، میفهمن که ما چقدر تولیدات خود ما داریم، چی چیزا را ما داریم، مثلا در کدام بخش ها ما تقریبا به خودکفایی یا به نیمه خودکفایی رسیدیم. یعنی می کلان دستاورد است برای ما، برای صنعتکارای ما، که صنعتکارای ما تشویق شوند کار بکنن. و ملت ما از خواهش ما از تمام هموطنان ما است که بیاین از این محصولات دیدن بکنن، خریداری بکنن تا مصارف داخلی مصارف پیدا بکنه، تولیدات داخلی ما اقتصاد پیشرفت بکنه، یک فرهنگ شوه که ما وظیفه بدانیم میره که از تولیدات داخلی باید استفاده بکنیم. بخیر باشین، قربان شما. شما زنده باشین، بخیر باشین. دوستان عزیز، مسئول برگزاری این نمایشگاه بودن که بیشتر گفتن بیشتر از 200 غرفه در اینجا هموطنا عکس کردن و در اینجا مصروف هستن در این نمایشگاه چند روزه. نا گفتن همون دوستا که این تالار یا این بخش دیگه از نمایشگاه هست که قسمی که ببینین بسیار نام خدامون تا
پر رنگ و پر نمود است که هم بسنا از جاهای مختلف در اینجا آمدن و همچنان محصولات مختلف را به اینجا به نمایش گذاشتن. دوستان عزیز، اینجا در مرکز همی تالار یک جای بسیار خوب ایجاد شده. قبل از اینکه برم اینجا باید با دوستانم که در جسم صحبت چیم که باز گلا نکنن از ما. سلام علیکم. زنده باشم. اسم چیست لالایم؟ محمد سلیم هستم. محمد سلیم جان. شما تناستیم یا؟ نه، همکار ما هستم. شما خوب هستین؟ بخیر هستین، سلامت باشین، زنده باشین. همکارا هستین باز، دوستام هستین یا نه؟ دوستم هستیم، همکارم هستیم. بسیار خوب. سلیم جان، بیشتر شما چی آوردین؟ شیره هست، مسکه هست، قیمه هست؟ بخش لبنیات هست که فعلا اینجا چون جای ما خرد هست، تنامی ماست و پنیر و شیرون شدار آوردیم. و باز در دوکان های ما انشالله که از شیر، ماست، پنیر همش انشالله هست. با قیمتش چطور از باز؟ نظر به کیفیت قیمتش صحیح است، چون ما تمرکز ما سر کیفیت و نظافت است. در لبنیات که این دو چیز در نظر گرفته نشه باز خوب نمیشه، هم کیفیت هم نظافت. چطور بود دیدن هم وطن ها؟ دیدن گرفتن کدام خوراک نگرفتن؟ گرفتن، ماشالله خوب بود. دمی درستی روزی که نمایشگاه است ماشالله هم وطن های ما زیادتر میان. با خود میبرن به خانه؟ طبعاً میبرن. آدرس میگم. انشاءالله که شما موفق باشین و بتونین بخیر فابریکه های تولیدی پنیر و ماسی چیزا داریم. الحمدلله فعلا همین فرم گذاری مربوط خود ما بشه. لبنیات چوبان کس یک فرم خود خاص که همه محصولات خودش تولید میکنه. صد ولایت هم دارین؟ پلند کابل. بخیر. خوشحال شدیم. شما موفق باشین. بخیر باشین. موفق باشین. خب دوستان عزیز، بیاین که ایجا. ایجا قسمی که میبینین در مرکز همی تالار ایجا جور شده و بتو دورانی شما قسم که میبینید از هر میوه وطنی که هست در ایجا آورده شده و در ایجا هست. دوستو عزیز، قسم که میبینید انگور سیاه هست و همه قسم تربوز است و خربوزی خشک شاید باشه اگر اشتباه نکنم، یا سیب خشک است نمیفهمم. این طرف دیگه محصولات همچنان هست. دوستو عزیز، قسم که شما میبینید، ببین که یک دور بزنیم که ببینیم دیگه چی چیزا هست. خربوزه از نو خربوزه گرمه هم در اینجا آورده شده، مانده شده برای فروش به برنامه‌ش. همه قسم زردالویی که همه تو بسیار مزه‌دار است. شما مسئول هستین اینجا؟ میشه به این؟ سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر باشین. اینجا استاد شاین. اسمتون؟ محمد یحیی. محمد یحیی بیادر، خودت یکی از کارکنان همین بخش هستی؟ بله. بسیار خوب. چرا نام خدا دورانی جور کردیم؟ بزرگ است، یکم کلان از گشتنش وقت میگیره. چی چیزا از برای ما بگویید؟ تولیدات وطنی مربوط به تاق زیاد میشه، کلش تولیدات زراعتی است از اکثر. تمامش زراعتی. زرع شده کشت در بدر حاصل گرفتیم. بله. از سربوز و خربوزا شروع تا سی و ناکی چیزا. بله، میوه خشک، میوه تازه، مربا، لبنیات، دگمت و سماراق و روغن، برنج، گندم، کلش دیگه از یک سر. برین گفتین مربا و لبنیات همچنان است. برین بیشتر دوستای عزیز ببینن. نا گفتن هم دیگه مرچ سرخ هم است. مرچ سرخ هم است، بله. همین مرچ سرخ غذا را دیگه بسیار مردم خوش هم کردن. مردم میگن بخریم ما بنیم به نمایش است. بخریم به نمایش است. اگر مفروش میمود خدا این چه قمرت سر میمود. بسیار مفروختین، بله. تمامش به نمایش است دیگه. بله، به نمایش است. عملا نیز جوابیاری آم هم زده میشه که تازه باشه. تازه باشه، بله. بله دوستا، شما قسمی که میبینین این محصولات تمامش داخلی است دیگه. داخلی وطنی خورش، بله. فابریکات داخل کشور آماده میشه. بله، مربای از یک سر مربای زردالو، سیب، ترشی، مچدنی، مدش، عسل، میوه های خشک، مسالجات، کلش هست دیگه از یک سر. و عسل همچنان یه عسل طبیعی؟ بله، عسل طبیعی. بیشتر از کدام ولایت؟ بیشتر از بدخشان است. بیشتر از بدخشان. کننده خوبه عسل از ولایت بدخشان. و اینجا دوستا عزیز از بخش لبنیات میبینین که تخم مرغ هم از دریجه؟ مرغ هم از، بله. تخم مرغ لبنیات؟ ترشی زیاد است، ترشی آچار، متو چتنی ها، تخم مرغ، میوه تازه خشک شده. میوه تازه خشک شده افغانستان؟ بله. ماشاءالله دوستا عزیز، شما ببینین که از چند نوع میوه خشک تازه که خشک شده است. اونجا شما میبینین دوستا عزیز کیله است، سیب است، ام است و همونطور انجیر او طرف است. یعنی چقدر زیبا میشه؟ 13 رقم میوه را ما تازه خشک نمیکنیم. بله، 13 رقم میوه خشک در اینجا دوستا عزیز هست و همو هر کدامش یک مزه خاص داره. بله، ما بس این رقم خشکش میکنیم که چه رقم تازه مزه میده، چه رقم تازه ویتامین مونال را که هیچ چیز را از بهش کم نشه. زیادتر مردم خشکش میکنن بافته کل چیزاش میره. تو خشکش میگم که هیچ چیزش کم نشه.
و نگفتن امان دوست عزیز که در بالا برنج، انواع برنج است، انواع روغن، روغن است، تخمای بزری، تخمای بزری، بله هم تو تخم پنبه‌دانه، این طرف هم شیر و مسکه و بله. چیزایی که شما چقدر باز داری فابریکه ها مطارای ما مصروف کار هستن؟ در فابریکا که از هر یک فابریکا از خود جدا مردم، مثلا لبنیات شرکت ملکوست، از ما تو شرکت مربا دیگه جدا، شرکت سماراق جدا، شرکت از لبنیات چوبان جدا، شرکت از هر یکش کم از کم 100 پرسنل دارن، یعنی به هزار نفر میرسد. بسیار فابریکات هم هست که هزاران نفر هم مصروف میشه. بسیار خوب، خوشحال هستین که امروز شما اینجا هستین و هموطن ها میاین از این محصولات دیدن میکنه، بیشتر خانواده های محترم و بانوان. شکر است الحمدلله، بسیار از این وقت راضی هستیم که نمین مایشگاه برگزار میشه، مردم آشنا میشه با چین تولیدات نو، ابتکارات نو افغان ها رو برو میشن، خریداری میکنن دیگه، بسیار با ما یک راضی هستیم از اینکه افتخار است. افتخار است بله. بله خوشحال شدیم شما رو دیدیم. زنده باشید. بسیار زیاد تشکر از شما، شما سلامت باشین، بخیر باشین. خب دوستان عزیز، این طرفم که شما بیاین، همو شرکت های تجارتی است، شرکت های تجارتی که بیشتر تولیدات از جمله از بخش آهنالات دارن که بیشتر فابریکه ذوب آهن هم است و همچنان در اینجا لباس هایی که شما در تصویر میبینید در اینجا آورده شده، به نمایش گذاشته شده و یکی از بخش های دیگر که اینجا در افغان اسلامی بانک هم یک نمایندگیش آمده، به خاطر از اینکه حساب مثلا دوستا مثلا بخواین باز بکنن حساب اکاونت، البته دوستایی که دیگه پیسه دار هستن اونا حساب باز میکنن، کسایی که دیگه یکمک وضعیت های جیبشان خراب است مواره دمو جیب خودم با نکفایت میکنن. ولی دوست عزیز، اینجا همچنان بعضی از نمایندگی بعضی از شرکت های دیگه است که در اینجا شما قسمی که میبینین آمدن و در اینجا هم بیشتر از یخچال تا اوتو تا ای چیزها را در اینجا به نمایش گذاشتن دوست عزیز، و اینجا هم از بخش شفاخانه الحیات دوستا در اینجا آمدن و در اینجا نمایندگی آمدن، نمایندگیشان است که در بخش های مختلف که در اینجا یعنی کار میکنن در اینجا هستن و در اینجا خدمت هموطن هستن. دوستو عزیز، ما خوش دارم که یک بار با امی نونهالای وطن که در اینجا هستن بازم هم صحبت شوم، بعد از او بریم به طرف والا. سلام خدمت شما، خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ سلام ایلا جان، خوب هستی؟ شکر، زنده باشین. خوب هستین؟ شکر نام خدا. سنف شش هستین شما؟ بله. بر ما چی یاد دارین؟ تحفه شیر تحفه دارین؟ کدام به زبان انگلیسی کدام معرفی دارین؟ چه قسم؟ ما بر شما یک شیر در مورد علم میخوانم. ماشاءالله، در مورد علم. از این کنه چی بهتر میشنویم؟ ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود، ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود، بی هنر گرده وای بی جا کند رسوا شود، در مسیر زندگی هرگز نمی افتد بچا، با چراغ دین و دانش گر بشر بینا شود، سرفرو می آورد هر شاخه از باراوری، می کند افتادگی انسان اگر دانا شود، می کند افتادگی انسان اگر دانا شود. یعنی انسان هر قدر که علم می آموزد دانا می شود، شکست نفس می شود. نام خدا، چقدر دختر ذکی و هوشیار هستند. دوست عزیز، شما می بینین که می دانن وقتی که آدم علم آموخت، اگر دکتر شد، اگر انجینر شد دیگه مخروم دانا شود، شکست نفسی و اما قدر علم و دانایی هر چقدر که پیشرفت کنه، اما قدر شکست نفسی پیشرفت میکنه. اون تو غرور میکنه. چرا غرور؟ یعنی به علم غرور بیشتر. حالا من دکتر هستم، دور از روی دکتر صاحبه خوب و انجینر صاحبه و همه مثل کار آنها، یعنی هر چقدر آموختن باید شکست نفسی کنن، و آنها کسانی هستن که نمیدانن شکست نفسی فایده ها و ارزش های مقام بالا را نشان میده. برای همسن سال های چی گفتنی؟ برای همسن سال های میره گفتنی را دارم که همیشه کوشش کنن که درس بخوانن و به وطن خود خدمت کنن، و دیگه کدام گفتنی خاص برشان ندارم. میخوای داینده چی کارش ایو بخوای؟ دکتر. انشاءالله بتونی با عرضایت برسید. تشکر، شما زنده باشید، بخیر باشید. بنیامین جان، خوب هستی خودت؟ ساعتت خوب است؟ بیا خی خودت ای طرفتر بیا که چی میگن را بند نکنیم.
نامت بنیامین است؟ بله ها، نام بنیامین است. بله ها. خودت صنف چند هستی؟ صنف شش هستم. شش هستی؟ بله ها. خودت برای ما چی داری امروز؟ کدام شعر داری؟ کدام ترانه داری؟ یا کدام صحبت به انگلیسی؟ یا کدام زبان دیگه داری برای ما؟ خب، ما یک شعر میگیم در باره قلم. شعر نخواده گفت؟ سعیس. بگمشتم. قلم گفت من شاه جهانم، قلم کش رو به مقصد میرسانم. یادت را؟ آه، نصف شد. باید آمد بگو سعیس؟ سعیس. خودت شوق داری که چی شوید آینده بخوای؟ من انجینر ساختمان. انجینر ساختمان؟ بله ها. کدام وقت از گل و خشت چیزا کدام خونه هم ساختی؟ از گل چیزا نیم و از پایپک آیسکریم یک خانه ساختیم. از پایپک آیسکریم؟ بله ها. اینه دوستا، اینه نگرش، اینه بینش فکر که برای آینده خود کجاست. انشاءالله که آینده پر رونق و پر شور داشته باشی. آمین. آیا دوست نامت چیرد؟ نه خیلی. خوش باشی، سلامت باشی. استاد سلام خدمت شما، خوب هستین؟ صحت شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوب هستین؟ سلامت باشین. شما استادی نونهال هستین؟ من در بخش اداری هستم. بله. شما چقدر خوشحال هستین که امروز در این نمایشگاهی که برگزار شده حضور دارین؟ والا قسمی که میبینیم اینجا از هر طبقه مردم است، خانم هاست و جای خوشی اینجاست که ما خانم ها رو اینجا میبینیم که در محیط با هم کار میکنن و بسیار خوشایند بود بر ما. خود ما اینجا از مکتب ما یک غرفه گرفتیم و خیلی لذت بخش بود بر ما که آمدم و اینجا دیدم صنایع دستی و هنر، رسامی، خطاطی و از هر بخش اینجا اشخاص وجود داشتن و قد لذت بخش بود بر من. و چقدر خوب میشه که از این نمایشگاه بیشتر داشته باشه؟ طبعا ما چندین بار اشتراک کرده بودیم، خون بیننده بودیم. این دفعه ما خود ما غرفه گرفتیم و دیدیم که مردم خیلی تلاش میکنن و از یک چیزای بسیار کوچک بر خود یک تجارت بزرگ جور میکنن و جای خوشی است بر ما. خوشحال شدیم. تشکر از سلامت باشین. سلامت باشین دوست عزیز. به این طرف همچنان میوه خشک وطنی است و شما در تصویر دیدین میوه خشک وطنی و همچنان در بخش صنعت تمام تولیدات وطنی است دیگه. این هم نونهالایی که میرن به طرف بالا که غرفه دارن، یعنی غرفه ای که گرفتن و نمایندگی از مکتبشان در اینجا بدن. خب دوستا عزیز، شما در تصاویر زیبایی های این نمایشگاه را دیدین و با دوستایی که در اینجا صحبت کردیم، امیدوار هستیم که بر شما مورد پسند شما قرار گرفته باشه و شما از دیدن این نمایشگاه لذت برده باشین و خوشحال هستیم که در چنین جای های اشتراک میکنیم و در جای مختلف بر شما گزارش میسازیم و امیدوار هستیم که از این گزارش های ما لذت ببرین. برای حمایت از ما کافی است چینل ما را سابسکرایب کنین. دوست عزیز، حمایت هایتان را فراموش نکنین. هر نظر و پیام دارین در بخش کامنت بر ما بنویسین، بر ما میرسه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. شب روز خوب و خوش. الله یار و مددگار.